الله اکبر. به ریایه فاصله جسمانی اما با شرط حتمی داشتن نقاب، نماز عید فطر در مسجدهای تاجیکستان بار اول در دو سال اخیر به طور معمولی برگزار شد. در آن هزاران نفر شرکت کردند. سید مکرم عبدالقادرزاده، مفتی و رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان، در خطبه نماز عید به نیزای اخیر در مرز و آفاتهای طبیعی در کشور اشاره نموده، نمازگزاران را به همسایه‌داری نیک و دستگیری ضرر دیدگان سیل و یارچ دعوت کرد. فقط ما سعی و تلاش میکنیم با دعا، با حرکتمون، با نصیحتمون، اینکه دوستی باشد، چرا که از دوستی، در دوستی برکت است. این همه برطرف میشد، لیکن مهم است ما و شما، یعنی به فتنه و به چیز تهلوکه و به فتنه داده نشد. نمازگزاران از دعوت عبدالقادرزاده در رابطه با دوستی و همگیرایی با همسایه کشورها و برگزاری نماز دست جمعانه اید در مساجد استقبال کردند. شرایط هم خیلی بود، کسلی ها بود، مثال بیماری ها بود، برای همین ما در خونه مثال هم نماز های گذاشت. بهتر شد، اومدیم من مسجد، من آدم ها چی؟ در باقای آرومی، در باقای تینجی، در باقای همین یک دیگر فهمی، یک دیگر به یوردان دادن، اخوات طبیعی گب زدن، سرخده گب زدن، خیلی لویم تینی شد، وقا می شد کتا همین، دعا کردن. بعد از انجام نماز ایدین، بیشتری از مسلمانان به زیارت منزل آخرت پیوندانشون به آرامگاه ها ره سپار شده، انبوه ماشین ها امکان نمی داد که زود به قبرستان ها برسند. باریدن بارانی سخت این مشکل را سنگین تر می کرد. صرف نظر از هوای بارانی، کودکان مثل سالهای پیش از صبح بر وقت به کوچه ها ریخته ایدانه می خواستند. در عیدهای گذشته فطر و قربان مقامات از والدین دعوت می کردند که به عیدگردک فرزندانشان اجازت ندهند. اما تعداد از والدین و کودکان این دعوت ها را نادیده گرفتند و آن ادامه کرد و امسال افزایش یافت. اید به مردم خورسندی آورد، هرچند رویدادهای اخیر، احتمال سرایت ها، دشواری پرواز به روسیه و بالا روی نرخ ها آنها را همانو نگران می دارد.